در یک دهه گذشته مرگ زندانیان سیاسی در زندانهای ایران به شدت افزایش یافته است. قتل زهرا کاظمی، اکبر محمدی، محسن روح الامینی و بسیاری دیگر را میتوان نشانه هایی بر صحت این ادعا دانست. خدا صابر آخرین زندانی بود که در اعتراض به مرگ حاله صحابی جان خود را از دست داد و امروز 12 زندانی دیگر در همراهی با او دست به اعتصاب قضا زدند. خانم عبادی، به نظر میرسه که در چند سال گذشته قتل زندانیان سیاسی در زندانهای ایران تبدیل به یک موضوع عادی شده. آخرین نمونه اون هم مرگ خدا صابر در اثر اعتصاب قضا بود. شما این قضیه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در درجه اول بگم که وقتی که کسی به زندان میفته طبق قانون حفاظت از جان و همچنین سلامت او بر عهده مسئولین، منتها مدت هاست که مسئولین زندانهای ایران به وظایف خودشون عمل نمی کنند. ما بارها شاهد مرگ فجیع و بهتر بگویم قتل زندانیان بودیم. دختر نوجوانی که پزشک بود به نام زهرا بنی یعقوب که من وکالتش رو بر عهده داشتم در زندان بعد از 48 ساعت فوت میکنه، عنوان میکنن که خودکشی کرده در حالتی که کلیه قرائن نشان از قتل او داشت، منتها به این مسئله رسیدگی نکردند. یا وبلاگ نویس جوانی که جرم نوشتن یک نامه به آقای خامنه‌ای به زندان افتاد، در اون نامه نوشته بود آقای خامنه‌ای من بیکار هستم و احتیاج به کار و زندگی دارم، خیال کنید که من هم یک جوان لبنانی یا فلسطینی هستم، به من کمک کنید. به صرف نوشتن یک چنین نامه‌ای جوانی رو به زندان میاندازن و یک هفته بعد جنازه او از زندان بیرون میاد. بار اول نیست که کسی در زندان فوت میکنه. زهرا کاظمی رو ما به خاطر داریم و متاسفانه در هیچ یک از این موارد مسئولین تحت پیگرد قرار نگرفتند، زیرا که حکومت اراده سیاسی برای تعقیب کارمندا و کارمندان خودش نداره. ما شاهد بودیم که در زندان مخوف کهریزک چه به سر جوانهای ما آمد، شاهد بودیم که روح الامینی چگونه کشته شد، اما هنوز آقای سعید مرتضوی متهم ردیفه یکی این پرونده به آزادی میگردد و با میلیون ها دلاری که به دست آورده راحت زندگی میکنه و مشغول برج سازی خودشه. ما شاهد بودیم که در زندان کهریزک چه به سر مردم آمد، اما حیدری فر دادیاری که جوانها رو به زندان کهریزک فرستاده بود و حتی طبق گفته برخی شهود هنگام شکنجه در اونجا حضور داشت، اما کسی او را محاکمه نکرد و این نشان می‌دهد که حاکمیت فعلی ایران اراده سیاسی برای حفاظت از جان زندانیان نداره و به نظر می‌رسه که حتی از مرگ مخالفین خودش استقبال میکنه. وقتی که وضعیت زندان به صورتی است که یکایک کشته میشوند ولی کسی به دادخواهی بلند نمیشه و داد مظلوم رو نمیگیره، این یک در حقیقت سرکوب سیستماتیک مخالفین است. خب خانم عبادی، فکر میکنید راه جلوگیری از این سرکوب سیستماتیک و قتل زندانیان در زندانهای ایران چی هست؟ آیا نهادهای بین‌المللی میتونن تو این زمینه دخالت داشته باشند؟ آیا جامعه جهانی نسبت به این موضوع حساس هست؟ نهادهای بین‌المللی وجود دارند و رسیدگی هم خواهند کرد و به همین دلیل که در 2 سال گذشته 3 قطعنامه صادر شد و ایران رو محکوم کردند به نقض حقوق بشر و اعلام کردن در شورای حقوق بشر. چون وضعیت ایران رو به وخامت می رود، می بایستی گزارشگر دائمی داشته باشه، یعنی در حقیقت برای ایران مبصر گذاشتند. و در دنیا 3 کشوری که گزارشگر داره، یکی کره شمالی، یکی برمه و یکی ایران، و این باعث تأسفه که ایران در ردیف کره شمالی و برمه قرار گرفته. این اقدامات به خاطر همین گونه مسائلی که در سطح بین‌المللی اتفاق میفته. اما آیا
اثر فوری دارد، یعنی می تواند تا یک روز دیگر اثر بخش باشد، اون مسئله دیگری است. به هر حال گزارشگر مشتعل شده و هر 3 ماه یک بار بایستی راجع به وضعیت ایران گزارش تهیه بکنه که اگر دولت ایران به تن گزارشگر رو راه نده یا به تذکرات او عمل نکنه و وضعیت باز هم وخیم‌تر از این بشه، بعد اون موقع دولت ایران باید خودش رو برای مجازات‌های سنگین‌تری آماده